پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که رای دهندگان در روز انتخابات شناخت بایومتریک خواهند شد، اکنون احزاب و جریان‌های سیاسی به نام ائتلاف بزرگ ملی از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که چگونگی این طرح را باید روشن سازند. از حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات درخواست میکنیم که هر چیز زودتر جزئیات مکانیزم تطبیق بیومتریک و زمینه سازی نظارت را به مردم افغانستان اعلام نماید. بانک منابع میگویند که حکومت با یک شرکت آلمانی به ارزش 15 میلیون درباره فراهم سازی ابزارهای مورد نیاز قرارداد بسته است، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که دیدار و گفتگو درباره خریداری ابزار بیومتریک کار آنان نیست. یک ماه قبل استفاده تکنولوژی را گفتن که امکان نداره، ولی امروز میگن که تکنولوژی یا سیستم بیومتریک میتونه قابل استفاده باشه. این برخورد ضد نقیض تکنیکی بیشتر ما را به عنوان نهادهای ناظر نگران ساخته. هرچند برخی از احزاب ادعا دارند که صدها هزار تن به گونه تقلبی شناسنامه گرفتند و ثبت نام شدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اداره ثبت احوال نفوس در نامه های رسمی که به آنان فرستاده است تا کنون تنها معلومات بیش از 1000 شناسنامه را ناقص دانسته است. فقط بر ما عمق گفته که این تعداد تحت بررسی ما قرار داره، ولی ای که بررسی از او تکمیل شود و امرای ما شریک شود طبعا که کمیسیون در او مورد باز تصمیم خود اعلام میکنه. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اطلاعات درباره 9,027,000 ثبت نام شونده را وارد بانک اطلاعاتی ساختند و اعلام کرده است که از میان 4,000,000 شناسنامه ثبت شده 38,000 شناسنامه تکراری بودند.